حمد و سپاس خدا را و سلام و صلوات بر سرور ما محمد و یاران او و سلام بر فرزندانش او که پیامبر و پیشوای ما بود، دوست ما و دوست خداوند بود، سلام و صلوات بر او تا قیامت. باز هم با ادامه سرگذشت محمد مصطفی حبیب المجتبا صلی الله علیه و سلم اینجا هستیم. تو را چه می شود ای پیشوای قریش؟ چرا فکرت پریشان است ای ابو سفیان؟ به اوضاع و احوال خودمان می اندیشم اکرمه. محمد هنوز مشغول تبلیغ کردن دین خود است و افراد زیادی به سوی او روی می آورند. شکست او در جنگ احد نتوانست جلوی پیشروی دین او را بگیرد. جراحت های او بهبود یافتند و پیروانش روز به روز بیشتر و بیشتر می شوند. حالا ما باید چه کنیم ای ابو سفیان؟ هیچ کس در مکه و مدینه پیدا نمی شود که محمد را به قتل برساند و این ماجرا را تمام کند؟ به لات و عزا قسم می خورم که اگر کسی سر محمد را برایم بیاورد چنان مال و ثروتی به او می دهم که تا کنون هیچ کس نداده. قاصدی می فرستیم که خبر این پاداش را به گوش همه برساند، سپس کمی صبر می کنیم، شاید کسی پیدا شود. ای مرد منزل پیشوای قریش ابو سفیان کجاست؟ از این طرف. گفتند که میخواهی مرا ببینی، تو کیستی؟ من مرد فقیری هستم. شنیدم که اگر کسی سر محمد را برای شما بیاورد پاداش زیادی به او میدهید. من هم برای همین آمدم، حاضرم که این کار را انجام بدهم.
آیا میتوانی محمد را در میان پیروانش و در شهر مدینه بکشی؟ خواهی دید که میتوانم. خوب است، من به تو مال و سلاح خواهم داد. من فقط مال میخواهم، نیازی به سلاح ندارم. خودم خنجری دارم که همیشه از آن استفاده میکنم. خوشم آمد از این اطمینانی که به خودت و خنجرت داری. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسجد بود و مسلمانان دور او جمع شده بودند و به درس ها و خطبه ها و آموزه های دینی او گوش می دادند. وقتی مرد صحرانشین وارد مسجد شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به یارانش فرمود: این مرد قصد خیانت دارد، اما خداوند مانع آن می شود که او به هدف خود برسد. ای مردم، فرزند عبدالمطلب کیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من فرزند عبدالمطلب هستم. ای مرد، از پیامبر خدا دور شو. ای پیامبر خدا، این مرد خائن است، او خنجر دارد. پیامبر خدا از اسید ابن حزیر و بقیه یارانش خواست که آن مرد را رها کنند و بگذارند سخن بگوید. خود مرا نریز ای محمد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از مرد صحرانشین خواست که حقیقت را بگوید. به او گفت: تو کیستی و چه کسی تو را فرستاده است؟ اگر راست بگویی، این صداقت تو را نجات خواهد داد، و اگر دروغ بگویی، خودت بهتر می دانی که چه بر سرت خواهد آمد. آیا در امانم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: آری، در امان هستی. ابو سفیان به من پول داد و وعده داد که اگر سر تو را برایش ببرم، طلا و جواهر زیادی به من خواهد داد. این که گفته بین حقیقت است محمد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اسید ابن حزیر خواست که آن شب مرد صحرانشین را به منزل خود ببرد تا فردا صبح که تصمیمی درباره این مرد گرفته شود. فردای آن روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از اسید ابن حزیر خواست که آن مرد را از منزلش نزد او بیاورد. هنگامی که مرد صحرانشین در مقابل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نشسته بود، با خود فکر می کرد که هر لحظه ممکن است یکی از یاران پیامبر که دور تا دور او نشسته بودند به او حمله کند و با شمشیر او را به قتل برساند. اما عظمت و انسانیت و بردباری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در آن لحظه بر همه نمایان شد. ای محمد، با من چه خواهی کرد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به او جواب داد: تو را امان می دهم، آزاد هستی، یا به هر جا که دوست داری برو، یا من آن چیزی را که به صلاح توست برایت خواهم گفت. چه چیزی؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: این که شهادت دهی خدایی جز الله وجود ندارد و من نیز فرستاده خدا هستم. شهادت میدم که پروردگاری به جز الله وجود ندارد و تو ای محمد فرستاده خداوند هستی. شهادت میدهم که تو برحق هستی و حزب ابو سفیان حزب شیطان است.
یاران پیامبر در مسجد دور او حلقه زدند تا درباره ابو سفیان و دشمنی او با مسلمانان و توطئه های او علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ایشان صحبت کنند. ما دوباره اعلام جنگ میکنیم. این کارشان تهدید و فتنه علیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: از میان شما چه کسی میتواند ابو سفیان را نزد من بیاورد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من برای این کار عمر ابن امیه و سلمت ابن اسلم را انتخاب کردم. شما دو نفر بروید و ابو سفیان را نزد من بیاورید. محکمه او همینجا در مدینه برگزار می شود و با عدالت او را قضاوت خواهیم کرد. هرچه شما هم بفرمایید پیامبر خدا. امر شما را اطاعت خواهیم کرد. آیا موافق هستی به اطراف کعبه برویم و اندکی در مکه بمانیم؟ ای سلمه، ما مأموریت مهمی داریم و مردم مکه ما را می شناسند. بگذار کاری که پیامبر خدا از ما خواسته را انجام دهیم و ابو سفیان خائن را نزد او ببریم. فکر میکنی بیرون آوردن ابو سفیان، آن هم با وجود یاران و مشاوران زیادی که دارد، کار آسانی است؟ چه در سرداری امر؟ ای سلمه، ما به خواست خدا امر پیامبر را انجام میدهیم. من نقشه ای دارم برایت خواهم گفت. سلام بر تو عمر ابن امیه در مکه، چه افتخار بزرگی. معاویه ابن ابو سفیان، احوالت چگونه است؟ پدرت چگونه است؟ او بسیار خوب است. خیلی وقت از تو را ندیده بودی، از زمانی که از محمد پیروی میکنی. عمر ابن امیه در مکه؟ پس معلوم است محمد نقشه‌ای در سر دارد. من نیز همین فکر را میکنم، زیرا وقتی مرا دید دست پاچه شد و به لکنت زبان افتاد و به سرعت با همراهش از من دور شد. پس محمد همان نقشه مرا در سر دارد. آنها را فرستاده که مرا به قتل برسانند، اما به لات و عزا قسم میخورم که هرگز موفق نخواهد شد. بهتر است عمر ابن امیه و دوستش را به قتل برسانیم و جسد آنها را برای محمد بفرستیم تا بفهمد که دیگر این کار را تکرار نکند و به پیشوای قریش چنین جسارتی نکند. همین کار را بکن ماویه. مردانت را جمع کن و به دنبال عمر ابن امیه و دوستش بگرد. هرچه سریع تر آن دو نفر را برایم بفرست. آنها مرا می شناسند ای سلمه، باید قبل از آن که به ما برسند فرار کنیم. وای بر ما، به دام آنها میفتیم. ای امر، نمیتوانیم از دستشان فرار کنیم. به امر خدا میتوانیم. آنجا را ببین. بیا برویم در آن غار پنهان شویم. عجله کن سلمه. به این ترتیب حکمت و مهارت یاران پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دیدیم.
آری، در حقیقت رسول خدا به پیروانش هم درس اخلاق و هم درس تدبیر داده بود. صدای ابو سفیان و همراهانش نمی آید. به گمانم رد ما را گم کرده اند. همینطور است. ما کمی دیگر صبر می کنیم و سپس در تاریکی شب به سرعت به سوی مدینه می رویم. گوش کن امر، گوش کن. انگار کسی بیرون است. همینجا بمان، حرکت نکن. بسیار خوب اسب عزیز، برو و برای خودت قضا پیدا کن. من هم میخواهم کمی استراحت کنم. ها؟ چه کسی آنجاست؟ به نام الله بخشنده مهربان. ای پیامبر، به برکت رحمت الهی است که تو با آنان نرم خو و مهربان شدی، و اگر تند خو و سنگ دل بودی قطعا از اطرافت پراکنده می شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنان مشورت کن، و آنگاه که تصمیم بر انجام کاری گرفتی بر الله توکل کن، چرا که بی تردید الله توکل کنندگان را دوست دارد. كتاب معينا يحمينا من موج الحياة، سنة وكتاب معينا. وصلت رسالتك نبي، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سرتك رحبنا المختوم، غالي وحبك مالينا. بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين، وعالصراط مادت ايدين. بنقول وراك مليون قليل عالجنة. وصلت رسالتك نبيل.